روزنامه مردم سالاری گزارشی داره درباره تداوم اعتراضات بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران که در تمام روزهای هفته گذشته تقریبا ادامه داشت و تا روز پنجشنبه هم این اعتراضات تداوم داشت. موضوع اصلی اعتراض بازنشستگان در ابتدا تخلف دولت در افزایش حقوق بازنشستگان بوده. شورای عالی تامین اجتماعی مسبب کرده بود که 38% حقوق بازنشستگان متوسط بگیر و این حقوق متوسط دریافت میکنند افزایش پیدا بکنه، اما دولت فقط با 10% موافقت کرد و البته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول این قضایا بود سرانجام برکنار شد یا به نوعی استعفا داد و این اعتراضات هم همچنان ادامه داره. از این موضوع افزایش حقوق بازنشستگان اعتراضاتشون آغاز شد، اما به شعارهای علیه مقامهای دولتی حکومتی هم منجر شد. از جمله شخص ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت 13 هم یکی از هدفهای اعتراضات بازنشستگان بوده. همزمان موضوعی رو که روزنامه ها البته پوشش قابل توجهی بهش ندادن اعتراضات معلمان هست که اون هم تجمع اعتراضی معلمان روز پنجشنبه در بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد. البته به شدت دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی با تجمع معلمان برخورد کردند. بیش از 100 معلم رو بازداشت کردند. بسیاری از این معلمان پیش از اینکه در تجمع حاضر بشن در منازلشون از سوی دستگاه های و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. پیشتر هم شمار دیگری از چهره های شاخص اعتراضات صنفی معلمان در ایران بازداشت شده بودند. البته این اعتراضات ابتدا اعتراضات صنفی بود، بعد به سمت شعارهای علیه مقامهای جمهوری اسلامی هم منجر شده و رفته، همونطوری که در بسیاری از شهرهای دیگر هم در هفته‌های گذشته اعتراضات مختلفی بر اثر نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی ابتدا شکل گرفته ولی در نهایت این شعارها علیه مقام‌های حکومتی بوده که بیشتر به گوش رسیده از میان مردم معترض در شهرهای مختلف ایران. اما روزنامه اعتماد هم همزمان یادداشتی منتشر کرده، یادداشت قابل توجهی است با عنوان اجماع خارجی، بی‌اعتمادی داخلی و هشدار جدی. روزنامه اعتماد در این یادداشت اشاره کرده که در حال حاضر بحران‌های متعددی در ایران وجود داره. اعتراضات تقریبا هر روز در شهرهای مختلف ایران به اشکال مختلف ادامه داره. از سوی دیگر این روزنامه تأکید کرده که این شرایط منجر شده به اینکه شکاف دولت ملت بیش از پیش عمیق‌تر شده. شکاف مرکز و پیرامون رو هم روزنامه اشاره کرده و در انتها نوشته که مقام های جمهوری اسلامی فرصت زیادی ندارند در میانی این اعتراضات که بخوان به نوشته روزنامه و دست کم برگزاری رفراندوم اعتماد بخشی از مردم رو جلب کنند و هشدار داده به مقام های جمهوری اسلامی که در اجماع جهانی هم علیه جمهوری اسلامی است به دلیل هم پرونده هسته‌ای، هم فعالیت های منطقه‌ای، هم اقداماتی که در کشورهای همسایه دارن. مقام های جمهوری اسلامی نیروهای مثل نیروی خود شاخه برومزی سپاه پاسداران و ته این یادداشت در روزنامه اعتماد تاکید شده خطاب به مقام های جمهوری اسلامی که اگر تعلل کنند و نشنوند صدای اعتراضات مردم رو حاصلی جز پشیمانی براشون نخواهد.